سرخط خبرها: بالا رفتن پرچم سفید اسرائیل در برابر حزب الله لبنان، غافلگیری رهبری جدید حزب الله برای صهیونیست ها، و تخریب یک مقر سازمان ملل از سوی نیروهای اسرائیلی. به نام خدا. سلام به این بسته خبری از بیک، خوش آمدید. اعلام شروط اسرائیل با آمریکا برای توقف جنگ با لبنان. مسئولان آمریکایی با اسرائیلی اعلام کردند که تل اویو یک سند اصولی برای راه حل دیپلماتیک را برای پایان جنگ با حزب الله لبنان به واشنگتن تحویل داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، خبرگزاری عبری والا به نقل از مسئولان آمریکایی و اسرائیلی نوشت که این سند اصولی به آوارگان در دو طرف مرزها اجازه می‌دهد که به خانه‌هایشان بازگردند. والا به نقل از یک مسئول اسرائیلی نوشت: این سند به ارتش اسرائیل اجازه می دهد که مطمئن شود حزب الله دوباره خود را مسلح نمی کند. سایت مذکور همچنین گزارش داد که آموس هوکشتاین، فرستاده آمریکا در امور لبنان، در خصوص امکان دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک با مسئولان لبنانی گفتگو خواهد کرد. رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که این رژیم هفته گذشته این سند را به آمریکا تحویل داد. در همین حال آکسیوس به نقل از مسئولان اسرائیلی گزارش داد که دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم، قبل از سفر هوکشتاین به بیروت سند را به کاخ سفید تحویل داد. آکسیوس در خصوص شروط مطرح شده توسط رژیم صهیونیستی در این سند نوشت که اسرائیل این شرط را مطرح کرده که به ارتش آن اجازه مشارکت در اجرای کارآمد برای اطمینان از عدم تسلیح دوباره حزب الله داده شود. اسرائیل همچنان خواهان آزادی عمل نیروهای هوایی خود در حرم هوایی لبنان است. آکسیوس به نقل از یک مسئول آمریکایی نوشت که تا حد زیادی احتمال می‌رود که لبنان و جامعه بین‌الملل با این شروط موافقت نکنند. عبدالباری اطفان، تحلیلگر جهان عرب، با اشاره به حملات کوبنده حزب الله و مقاومت فلسطین به اشغالگران گفت که مبارزان در تمامی جبهه‌های یمن، غزه، کرانه باختری، عراق و سوریه مستقر و منتظر ساعت صفر برای عملیات با موشک و پهپادهایی هستند که برای روز تاریخی فراهم شده است. به گزارش روز دوشنبه از ایرنا، اطفان در رای الیوم با اشاره به حملات کوبنده حزب الله به رژیم صهیونیستی نوشت که غافلگیری‌های رهبری جدید حزب الله در دوره انتقالی پیش از رویاروی بزرگ چیست؟ مفهوم اعدام فرمانده ارشد اسرائیلی به خونخواهی شهید یحیی سنوار به دست شیرمردان جبالیا چیست؟ چرا بنیامین نتانیاهو به منزلش بر نخواهد گشت؟ وی افزود رهبری جدید حزب الله مرحله دوم از جنگ را با شلیک حدود 200 موشک در روزهای شنبه و یک شنبه به اهدافی در حیفا، نهاریا و صفد آغاز کرده که بر اثر آن نظامی کشته و زخمی شده است. این مقدمه ای برای ورود به جنگ شهرها و به کارگیری سلاح جدید است که بارزترین آن موشک های نقطه زن و پهپادهای بسیار پیشرفته و گسترش جنگ فرسایشی دشمن است که تلفات و خسارات زیادی وارد خواهد کرد و از نظر روحی اشغالگران را در هم خواهد کوبید. این تحلیلگر به عملیات های متعدد حزب الله علیه مراکز تجمع و پایگاه‌های نظامی و شهرک های الجلیل و نیز همزمان با خونسا کردن تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی در جبهه زمینی جنوب لبنان در راستای راهبردی نظامی محکم از پیش تدارک دیده شده اشاره کرده. اطفان در ادامه به اذعان رسانه‌های صهیونیستی درباره آتش‌سوزی در منطقه الجلیل بر اثر شلیک موشک‌های اشاره کرد که منطقه اطراف شهر صفد را فرا گرفت و 15 تیم آتش‌نشانی موفق به مهار آن نشدند. این تحلیلگر اضافه کرد مهم‌ترین است که این حملات و آتش‌سوزی‌ها به هلاکت یک نفر و فرار هزاران شهرک نشین به پناهگاه‌های امن در مرکز اراضی اشغالی منجر شده است. این به آن معناست که حمله اسرائیل به لبنان نتیجه معکوس به همراه داشته و وعده‌های نتانیاهو برای بازگرداندن شهرک نشینان به شهرک‌های خود در شمال فلسطین اشغالی نه تنها شکست خورده، بلکه بر شمار فراریان از این مناطق افزوده و جنگ روزانه نیم میلیارد دلار خرج روی دست اسرائیل می‌گذارد و این ادامه‌دار خواهد بود. با اشاره به
اظهار نظر روز یک شنبه یوآب گالانت وزیر جنگ رژیم اسرائیل مبنی بر نابودی حزب الله در مرز لبنان با فلسطین اشغالی ادامه داد این اوج دروغ و دلغک بازی است. اگر طبق ادعای گالانت ارتش اسرائیل موفق به نابودی توان حزب الله و سیطره بر مرز لبنان شده، پس چرا تنها در یک روز 200 موشک شلیک شده و مساحت قابل توجهی را به آتش کشانده و نتانیاهو و گالانت را به برگزاری نشست کابینه جنگ در زیر زمین سوق داده است؟ سردبیر روزنامه رایل یوم افزود نتانیاهو که از منزل خود در قیصریه پس از حمله پهپادی که همه سامانه‌های پدافند هوایی و زمینی و رادارها در رصد و سرنگونی آن ناکام ماندند گریخته و توان بازگشت به آن را از ترس و وحشت ندارد، چگونه می‌خواهد وعده خود را درباره بازگرداندن قریب به 150,000 شهرک نشین به منازلشان در شمال فلسطین اشغالی محقق سازد؟ این تحلیلگر در ادامه به جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه اشاره و اضافه کرد که نسل کشی که ارتش اسرائیل هم اکنون در این منطقه به راه انداخته، به ویژه در شهرهای جباریا و بیت لاهیا، و به شهادت 500 و زخمی شدن صدها نفر منجر شده که بخش اعظم آنها را کودکان تشکیل می‌دهند، گواهی بر پیروزی نیست، بلکه تأکیدی بر گسترش دامنه شکست در همه جبهه هاست. حملات موشکی و پهپادی که نظامیان صهیونیست در بلندی‌های اشغالی جولان و پایگاه‌های آن ادامه دارد، شاید مبارزانی در تمام جبهه‌های یمن، غزه، کرانه باختری، عراق مستقر هستند و منتظر ساعت صفر برای عملیات با موشک و پهپادهایی هستند که برای روز تاریخی فراهم شده. و حمله احتمالی اسرائیل به ایران باعث گشودن درهای جهنم به روی دشمن صهیونیستی خواهد شد. وی در پایان نوشت مقاومت در نهایت اسرائیل را در هم خواهد شکست و با شجاعت خواهد جنگید و نتانیاهو مانند موش از پناهگاهی به پناهگاه دیگر در زیر زمین می رود تا در دام نیفتد و شاید هلاکت فرمانده تیپ 401 یکی از بشارتهای پیروزی و تأییدی بر گفته ما باشد. به گزارش ایرنا احسان دقسه، فرمانده دروزی الاصل تیپ 401 زرهی ارتش رژیم صهیونیستی در جبالیا روز یک شنبه در یک نفربر نمر و همراه چند فرمانده دیگر در حین بازدید از این منطقه و انجام ماموریت اطلاعاتی گرفتار شد. منابع اسرائیلی خبر مرگ وی را تایید کردند. این در حالی است که رسانه‌های رژیم صهیونیستی از گرفتار شدن دو فرمانده یگان‌های 162 و 52 ارتش این رژیم در کمین سخت در جبالیا نیز خبر دادند و افزودند که اخبار اولیه از کشته شدن آنها حکایت دارد. و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل یونیفل اعلام کرد که ارتش اسرائیل یک مقر این سازمان در جنوب لبنان را به صورت عمدی تخریب کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، ارتش رژیم صهیونیستی یک مقر دیدبانی نیروهای صلح‌بان سازمان ملل در مرز با لبنان را به صورت عمدی با بولدوزر تخریب کرد. اسرائیل پیش از این از سازمان ملل خواسته بود که برخی از مقرهای خود را در جنوب لبنان تخلیه کند که با مخالفت قاطع این سازمان مواجه شد. یونیفل یک شنبه شب در بیانیه اعلام کرد که یک بولدوزر ارتش اسرائیل به صورت عمدی یک مقر دیدبانی ما و حصار اطراف آن را تخریب کرده. یونیفل در عین حال اعلام کرده که علی‌رغم فشارهای اسرائیل، نیروهای صلح‌بان این سازمان در همه مقرهای خود باقی خواهند ماند. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید.